Party hop. Mistletoe home where you can see every couple tries. من تلفن خونم روز جمعه متاسفانه چیز نداره. درود. شهریار ایران رضا پهلوی در هفته‌ای که گذشت در پاریس در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کردند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دادگاه لاهه خواهند برد. بعد از سقوط رژیم لیبی و اینکه آقای قذافی و پسرش توسط شورای امنیت محکوم شدند، پرونده آنها به دادگاه لاهه ارجاع شد و به عنوان جنایتکاران جنگی تحت محاکمه قرار بگیرند. شهریار ایران رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی، به عنوان فردی که برای آزادی ایران، برای آزادی زندانیان سیاسی با هر عقیده ای تلاش می کند، این در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد این کار را خواهد کرد و از شورای امنیت و خواهد خواست که آقای علی خامنه ای را محکوم کند و ایشان را در دادگاه لاهه به عنوان جنایتکار جنگی و مسئول کشتار، اعدام ها و همه شکنجه های مردم ایران به دادگاه لاهه ببرند. شاید به عقیده جمهوری اسلامی و روزنامه رسالت که طبق روال همیشه این داستان را به شوخی برگزار کرده است و نوشته است که ایشان نمی دانند کی هستند و این حرف ها را می زنند و در زمان پدرشان اتفاق افتاده است و حقوق بشر در ایران پایمال شده است، به مسخره گرفتند. اما روزنامه رسالت، روزنامه دولت جمهوری اسلامی، باید بداند که در خارج از کشور هر کسی شخصیت خودش را دارد و هیچ کس نماینده امام و امامزاده نیست و این فقط در جمهوری اسلامی است که مردم، آقایان آخوندها، بعد از چند سالی در فیضی خوابیدن و آنچنان کردن حال به می آیند و نماینده خدا و پیغمبر می شوند. شهریار ایران در این مصاحبه اعلام کرده است آنها را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه جنایتکار بشری محاکمه خواهند کرد. البته این بحث اینطوری که روزنامه رسالت نوشته نیست. شهریار ایران قاضی نیست، شهریار ایران مدعی عموم نیست، شهریار ایران به عنوان یک نماینده مردم ایران، به عنوان یک ایرانی که حق دارد از حقوق مردمش دفاع کند، این کار را گفته است که میکند. گروه هایی، سازمان هایی به او پیوستند و این کار را در مورد وی تأیید کردند. حزب مشروطه ایران هم به نوبه خود تا انتهای این جریان در کنار شهریار ایران می ایستد تا بتواند جنایتکاران علیه بشریت و حقوق مردم ایران را به دادگاه های بین المللی ببرد و آن اتفاقی را که کاری را که می کنند در مقابل دادگاه پاسخگو باشند. جمهوری اسلامی هرچند که به هیچ کدام از قوانین بین المللی اعتنایی ندارد و هرگاه که در مبارزات خودش و در جنگ‌های اخلاقی خود، اخلاقی که ندارد، کم می‌آورد، فریاد می‌زند و به شورای امنیت شکایت می‌کند، به سازمان ملل شکایت می‌کند، از امریکا به سازمان ملل شکایت می‌کند که چرا در امریکا امریکایی ها هواپیمای جاسوسی بر فراز ایران فرستادند و تقاضای محکومیت ایران را می کند، ولی خود به سفارت کشورهای خارجی حمله می کند، مردم را به عنوان گروگان می گیرد، مردم خود را اعدام می کند و در ایران یک بام و صد هواست. و در ادامه برنامه امروز با یک مبارز، با یکی از
مبارزین سیاسی، فردی که رژیم جمهوری اسلامی بعد از شورش‌ها و خیزش‌های سال 88 به مدت یک ماه هر شب عکس او را بر صفحه تلویزیون‌ها نشان داد و او را به عنوان فردی که در تظاهرات فریاد می‌زد مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، به تقاضای دستگیری اش را کردند و بالاخره او را بعد از یک ماه دستگیر نمودند و بعد از آن به در دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به اعدامش کردند، به گفتگو خواهیم نشست. با او راجب دادگاهش، راجب آنچه که اتفاق افتاده است و راجب جرمی که داشته است صحبت می کنیم تا بیشتر به زوایای دادگاه ها و عدالت عدل اسلامی پی ببریم. در ادامه برنامه با ما باشید. با درود مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید.
درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه در سراسر جهان، خصوصا در داخل مرزهای